بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید. خوشحال هستم که بار دیگر با صحتمندی کامل خدمتتان قرار دارم. دوستان عزیز، درسی که امروز داریم فیزیک صنف هفتم می باشد. موضوع درس ما فاصله تصویر از آینه مستوی است. درس 35 فیزیک صنف هفت، صفحه 68 کتاب. هدف درس: اول، در آینه مستوی فاصله تصویر از آینه با فاصله جسم از آینه مساوی است. فاصله تصویر از آینه مستوی مساوی است با فاصله جسم از آینه مستوی. دوم، آشنایی با خاصیت آینه مستوی در پریسکوپ. قبلا درس گذشته‌ای که خواندیم درباره خواص تصویر خوانده بودیم. در آینه مستوی، آینه مستوی را اول تعریف کردیم که آینه مستوی چی را میگه. خاصیت های تصویر در آینه مستوی بیان کردیم. گفتیم هر سطحی که صاف باشه، هموار و صیقلی باشه و انعکاس نور در اون سطح منظم صورت بگیره، به نام آینه مستوی یاد میشه. آینه مستوی مثل آینه که شما در خانه هایتان دارین، صورتتان و چهره خود در او آینه نگاه میکنین. آینه مستوی آینه هایی که شما در سلمانی ها، در آرایشگاه ها میبینین آینه مستوی هستن. خود شیشه کلکین شما میتونه یک آینه مستوی باشه و سطح آب استاده صاف که بتونه تصویر منظم نشان بده و انعکاس منظم داشته باشه، او را به نام آینه مستوی شناختیم. خاصیت های تصویر در آینه مستوی بیان کردیم. کدام ها بود خاصیت های تصویر؟ بله شاگردان عزیز، ما گفتیم سه تا خاصیت در آینه مستوی داریم. اول، تصویر در آینه مستوی سرراست است. وقتی که ما با اینمی شکل در مقابل آینه قرار میگیرم، اگر سرم به طرف بالاست، تصویرم که نگاه میکنم به طرف بالاست. این سرراست تشکیل میشه تصویر. دوم، تصویر در آینه مستوی متناظر است. متناظر گفتیم که چپ راست و راست چپ نشان میده. اگر من دست راست خود بالا میکنم، آینه مستوی تصویر مرا که نشان میده، در او تصویر فکر میکنیم که دست چپ خود بالا کرد. اگر من دست چپ خود بالا میکنم، تصویر فرض میکنیم که و ایتو نگاه میکنیم که تصویر فکر میکنیم که تصویر دست راست خود بالا کرد. همیشه راست چپ و طرف چپ راست نشان میده. تجربه ای که ما شما با هم دیگر داشتیم. و خاصیت سومی که ما در آینه مستوی داشتیم چی بود؟ تصویر، بله، تصویر مجازی تشکیل میشه. تصویر مجازی به این معناست که گویا تصویر در عقب آینه و در پشت سر آینه تشکیل میشه. اینو میگن خاصیت های تصویر در آینه مستوی که با هم دیگر صحبت کردیم. کارخانگی که بر شما داده بودیم، فعالیتی که داده بودیم، شما یک آینه رو میگیرین، کتاب فیزیکتان در مقابل آینه قرار میتین، خط کتاب فیزیک شما میبینین که آیا کتاب او را سرراسته نشان میده برای شما یا سرچپه نشان میده. تجربه هم شما انجام دادین در خانه، کارخانگی را انجام دادین، خیلی هم ساده و ابتدایی بود. امیدوار هستم که درس گذشته هم خوب آموخته باشین و یاد گرفته باشین. حالا می فاصله تصویر از آینه مستوی بحث میکنیم. ما میگیم که هدفم اینه میست که فاصله تصویر از آینه مستوی با فاصله جسم از آینه مستوی مساوی است. فاصله تصویر از آینه مستوی فاصله تصویر از آینه مستوی مساوی با فاصله جسم از آینه است.
فاصله تصویر از آینه مستوی مساوی با فاصله جسم از آینه مستوی است. اگر ایره شما یک آینه مستوی فرض بکنین، من جسمی هستم که در مقابل آینه قرار میگیرم، به هر اندازه فاصله ما از آینه باشه، اگر من در فاصله 50 سانتی در مقابل آینه قرار میگیرم، تصویر من در پشت سر از آینه به فاصله 50 سانتی باید باشه. اگر من از آینه دور شده میرم، تصویر من باید چه شود؟ دور شود. اگر من به آینه نزدیک شده میرم، تصویر من به آینه چه شده میره؟ نزدیک شده میره. و فاصله تصویر و فاصله جسم از آینه با هم دیگه مساوی است. به خاطر که این مسئله را ما اثبات بکنیم، شما خوب بفهمین، تجربه را با هم دیگه کار میکنیم شاگردان عزیز، او تجربه را انجام میتیم، به خاطر که ما دقیق درک بکنیم و شما خوب بشناسین و بفهمین تجربه را، وضاحت داشته باشه برتان، نیاز است که من گروپ های داخل استودیو و صنف درسی را خاموش بکنم. گروپ ها را یک چند تاش خاموش میکنیم، تجربه را با هم شروع میکنیم تا خوبتر درک بکنیم. دوستای عزیز، تجربه ای که انجام میتیم، یک شمع خاموش، آینه مستوی، شمع خاموشی دیگر داریم. هدف ما است. ما یکی از این شمع ها را، این شمع پیش روی آینه که هستن، ایره من روشن میکنم. تصویری از این شمع ما در آینه مستوی میبینیم. شما گفتین که همیشه در آینه مستوی تصویر در پشت سر آینه تشکیل میشه. ای آینه است، تصویر شما در اینجا باید ببینیم. و در پشت آینه من شمع دیگه هم دارم. این شمع خاموش است. من شمع حرکت میتونم، پس و پیش میکنم، شما دقیقا میبینین شمع حرکت میکنه. این شمع پیش آمد. دوباره این شمع حرکت میتونم، این پشت سر آمد. حالا چی کار میکنیم؟ من یکی از این شمع ها را روشن میسازم. این شمع پیش روی آینه را روشن میسازم. وقتی که شمع روشن میکنم، شما تصویر این شمع در آینه میبینید. تصویر زیره. من شمع خاموش حرکت میتونم از جایش. حرکت میتونم. هر وقتی که شما دقیقا این شمع روشن تصویرش در روی شمع خاموش دیدین، او لحظه را به همدیگر یاد داشت میکنیم. این را یاد داشت میکنیم. خب من نگاه میکنم ببینم که چه شکل است. دقیق من این شمع خاموش حرکت میتونم پشت سر. حرکت داریم. حالا میبینم. این لحظه هستن که لحظه شد که شمع که روشن است، تصویرش هم من دقیقا در اینجا نگاه میکنم. من فاصله این شمع روشن با شمع خاموش با خطکش اندازه گیری میکنم. اندازه ای که میکنم ببینین، این فاصله دقیقا 18 سانتی متر است. پس چی میگم؟ فاصله جسم از آینه 18 سانتی متر است. شمع خاموشم ما فاصله ایش از اینجا اندازه میکنم، دقیق اینجا. این هم عدد چی را نشان میده؟ عدد 18 را نشان میده. 18 سانتی متر است. پس این طور است. فاصله شمع روشن از آینه 18 سانتی متر. فاصله شمع خاموش هم از آینه چه خواهد بود؟ 18 سانتی متر بود. فاصله شمع خاموش از آینه 18 سانتی متر است. خب فاصله شمع روشن از آینه 18 سانتی متر است. این چی رو نشان میده؟ میگم فاصله جسم از آینه، فاصله جسم از آینه 18 سانتی متر است. تصویرش شما دقیق روی شمع خاموش میبینید. تصویر روی شمع خاموش میبینید. وقتی که تصویر شما منطبق و در روی شمع خاموش میبینید، من این تصویر اندازش پیدا میکنم. وقتی که اندازه میکنم، دقیقا عدد چی رو نشان میده؟ عدد 18 رو نشان میده.
پس نتیجه بری میشه که در آینه مستوی فاصله جسم از آینه مساوی است با فاصله تصویر از آینه. فاصله تصویر از آینه با فاصله جسم از آینه مساوی است. اگر من جسم با آینه نزدیک کردم میرم، شما میبینید که تصویرشم با آینه نزدیک شده میره. تصویر نزدیک شده میره. دوباره تصویر باید نزدیک شود. جسم نزدیک میسازم، تصویر نزدیک میشه. اگر جسم ما از آینه دور میسازم، شما ببینین تصویرشم از آینه باید دور میشه. تصویر از آینه دور شده میره. فاصله های جسم و فاصله های تصویر از آینه با همدیگر چی میشه؟ مساوی میشه. این تجربه بود که با همدیگر کار کرد. فاصله تصویر از آینه مستوی با فاصله جسم از آینه مستوی مساوی بود، تجربه کردیم، شما دیدید. مورد استفاده آینه مستوی رو میخوانیم با هم دیگر. مورد استفاده آینه مستوی. شما یکی از مواردی که از آینه مستوی استفاده میکنیم در زندگی روزمره شما میفهمین او چی است؟ شما همیشه در خانه ها آینه مستوی دارین، در مقابلش وقتی ایستاد میشین چهره هایتان رو میبینین، خود نگاه میکنین، یک کار بردش. و خاطر تزئین و زیبایی در داخل رستوران ها، هتل ها شما میبینین که دیوارها را، پایه ها را از آینه مستوی پوشش میتن تا شما وقتی که داخل میشین اونجا تصویرتان رو ببینین. این استفاده های زیادی داره. اما آینه مستوی یک کاربرد دیگه هم داره. ما وسیله که برای شما نشان میتوم این وسیله به نام پریسکوپ یاد میشه. به نام پریسکوپ. اینجا نوشتم میکنم. پریسکوپ. پریسکوپ در حقیقت از دو تا آینه مستوی تشکیل میشه. این آینه ای که شما در اینجا میبینین یک آینه مستوی است. آینه مستوی است. آینه ای که در این پایینم شما میبینین این یک آینه چی است؟ آینه مستوی است. پریسکوپ از دو تا آینه مستوی تشکیل شده. وسط از زیره که میبینین اینی یک تونل، یک لوله دیده میشه. وسط از این سوراخ میباشه. وسطش خالی است. پریسکوپ چی کار میشه؟ این پریسکوپ یک نام دیگه هم داره به نام چشم زیردریایی برش میگن. چشم زیردریایی. چشم زیر دریایی. از این پریسکوپ چی رقم استفاده میکنن؟ چرا چشم زیردریایی میگن؟ شما این تصویر رو نگاه بکنین. فرض بکنین این سطح آب است در داخل بحر. این آب هستن. چشم زیردریایی به این شکل استفاده میشه. چشم زیردریایی به این شکل است. یک قسمت از این در داخل آب میکنن. این کشتی های تحت البحری هستن. وقتی که من در داخل کشتی قرار دارم، این آینه به طرف بیروست. یا آینه به طرف بیروست. خود کشتی های تحت البحری در داخل آب است. با این آینه من نگاه میکنم. آینه مستویره که من اینجا نگاه میکنم در حقیقت این آینه مستوی چرا نشان میده؟ جسم را نشان میده که در روی آب قرار داره. وقتی که جسم در روی آب مثلا ایده اینجا قرار داشته باشه، نوری که به این جسم میخوره انعکاس پیدا میکنه، این نوری منعکسه به اینی آینه میخوره، به این آینه میخوره. وقتی که نور به آینه مستوی برخورد کرد، منعکسشان برخورد کرد، دوباره از داخل این تونلی که سوراخ است، از داخل از این لوله این انعکاس پیدا میکنه به آینه مستوی پایینی. ما چشم خود در کجا قرار میتم؟ چشم خود در آینه مستوی پایین قرار میتم. وقتی که من آینه مستوی پایین نگاه میکنم، در حقیقت با کمک از این آینه بالا من جسمی که در روی آب قرار داره را میبینم. من کس دیده نمیتونه چون من در عمق آب هستم، در زیر آب قرار دارم، در داخل کشتی. اما روی آب من راحت دیده میتونه. این پریسکوپ هستن
پس یک مورد استفاده از آینه مستوی در کجاست؟ در پریسکوپ است. پریسکوپ از دو آینه مستوی تشکیل میشه. شما ایره در خانه خودتان بسازید، یک تونل بسازید، میشه ای اصلا شکل مستوی نداشته باشه، چارگوش هم باشه، مستطیل هم باشه، فرق نمیکنه. دو آینه مستوی را در هر دو طرفش بسته بکنین. شما از آینه پایینی نگاه بکنین، آینه پایینی را نگاه بکنین، در حقیقت جسمی که در او بالا هست، شما او جسم تصویرش در آینه پایین میبینین، به خاطر که نور منعکس در اینجا میفته، دوباره ای آینه بالایی منعکس میکنه نور در پایین، و اینجا ما او جسم تصویرش دیده میتونم. مورد استفاده از آینه مستوی. دوستان عزیز، درس جمع‌بندی میسازیم. هدف درس خود ما چی بود و عنوان درس ما چی بود؟ درسی که داشتیم فاصله تصویر از آینه مستوی با فاصله جسم از آینه مستوی با هم مساوی است. تجربه کردیم، عملا شما دیدید. پریسکوپ یا چشم زیردریایی به خاطر کشتی های تحت البحری هستند که ما در زیر آب قرار داشته باشیم، تمام چیزهایی که در روی آب است او را ما ببینیم. پریسکوپ تعریف کردیم. پریسکوپ از دو تا آینه مستوی و یک بدنه تشکیل شده. خود جسم در اینجا تصویرش تشکیل میشه و دوباره نور منعکس هم میفته در تصویر در آینه پایینی و ما او جسم تصویرش در آینه پایینی دیده میتونیم. این بود بحث امروزی ما درباره استفاده از آینه مستوی. کار خانگی که میتیم، کار خانگی چی است شاگردان عزیز؟ کار خانگی در کتاب شما یک فعالیت دادن در صفحه 71 کتاب. صفحه 71 کتاب فعالیت است. فعالیت میگه شما یک پریسکوپ خودتان در خانه بسازید. وظیفه میتیم براتان شما توسط دو تا آینه مستوی یک پریسکوپ بسازین و تجربه کنین خودتان. درس ما به پایان میرسد دوستای عزیز. تا جلسه بعدی که خدمتتان قرار میگیرم، شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. موفق و معید باش.